جون بهت گفتم که از گروه گلندام اومدم بیرون؟ نه، کی به من گفتی؟ البته بهت بگم ها، کار گروهی خیلی بهتره. تنهایی آدم یکم دیرتر به نتیجه میرسه. آره خب با گروه که خیلی بهتره. وقتی آدم با دیگرانه حالش خب بهتره. با هم میرفتیم بیرون، خوش بودی. اگه وزنم کم نشده، تنهاییم کم شده بود. خود مدیر گروه حضرت 50 کیلو اضافه وزن داشتم. تو چرا بهت برخورده؟ داشته باشه. تو باید ببینی حال خودت چطوره. آخه من روم نمیشه بگم 59 کیلو هم. باید بشم 56 کیلو. با گروه که میرفتیم بیرون همه فکر میکردن که شوخی میکنم. چی شد؟ ای الو قطع بس میشه دختر خاله؟ چی؟ زلزله؟ ای وای ای وای زلزله زلزله ای خدا وای وای ای وای ای سلام. نیم چرب نیست و پرچرب بذارم. من داشتم کاکایی هم هست. تلفنی با دختر خالم صحبت میکردم. من آها. باش. یه دونه. چیزی گفتین خانم؟ نه. میشه یه آب معدن به من بدین. باش. میشه 70 تومن. پول خورد داریم؟ نداشتم فردا سرت. اولویه کالباس دو تا با آب معدنی خانم. محمدی جان. خانم محمدی یه دونه وکیومه کالباس نمیتونی حرف بزنی چند درصد کار تموم شد یه دونه پشت چرخ کرده مخلوط یه دونه اولوگی مرخ یه دونه خونه هاشون بیان بیرون پاری باید به مردم بگیم از خونه هاشون بیان بیرون محمدی جان من جانم سرای جان من داشتم چیز میکرد مشهد با دختر خالم حرف میزدم خب همشون خوب بودن؟ آره همه خوبن داشتم حرف میزدم مشهد گفت زلزله اومده آه. چی شد؟ اونجا زلزله اومده آه. نه زلزله نبود من یه دفعه پام خورد لبه کجا باید برم؟ چه باید بکنم؟ از چه کسی باید بپرسم؟ چه میخواهم؟ سرای جون میدونم تو خونه خودت راحت تری ولی به خاطر من نه ببین خانم باقی تو ماشین با ناصر اومدیم دنباله نه زحمت رو نمیدونم نه بابا چه زحمتی؟ میخواییم دور هم محمدی جان واقعا نمیتونم بیا دیگه خانم باقی میگه من نمیام چی میگه؟ میگه من نمیام بگو باقی میگه بیا پایین کارت دارم سرای جون خانم باقی میگه بیا پایین کارت دارم نمیتونم اینجا راحت میگه نمیام میخوام نیام بیا سوار شو
سلام خانم جوایی. سلام علیکم. حالت خوبه؟ ای وای، میخوای شما بفرمایید باش. نه متشکرم، والا مهمونا تو خونه همه منتظرن. شما اگه تشریف دارید منتظرم. ناصری، باشه راه افتاد. بودو. شما درد نکنید. خواهش میکنم. بله، معلومه که حسابی دم کشیده دیه. بفرمید خانم. متشکرم. تعارف نمی کنم. خاطر شما درست کردیم. میل ندارم، ممنونم. میدونید چیه که میگید میل نداره؟ نمیدونم چیه، نم میل دارم که بخورم. بخورید بعدا بهتون میگم چیه. سرای جون، مهندس هیدری برای شرکت در کنفرانس مهندسی آب اومدن اینجا، بعدم به ما قول دادن که متنشو به ما بدن بخونید. فداکاری کرده که میخواد متنشو بده. من بخونم کنم چه کار کنه. اونجا بده من بذارم. مهندس دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. بله، برای شما خیلی بهتره. لیمو عمانی داره، نبات یزدی داره، دیابت داره. شما فهمیدین؟ چوشونده خوبیه، فکر کنم آرامش بخشم باشه. بله، آرامش بخشه. امروز شما خیلی استرس داشتید، مضطربم بودید، خیلی هم به نظر میاد که خسته بودید. نه من یکم حالت اون طرف داد میزد زلزله، بعد من نمیتونستم باید چی کار بکنم، یعنی کاری از دستم بر میاد یا نه. بعد یاد اون زلزله های بعد افتادم و آدم ها کاری میتونم بکنم نمیتونم بکنم، اما هیچ صدایی نبود، هیچ کس نبود که من. حق با شما ای خانم، خیلی سخته که آدم در حالت استرارم نتونه هیچ کاری انجام بده، هیچ کس هم نداشته باشه که باش حرف بزنه و احساسشو بگه، مخصوصا شما که خیلی هم حساس هست. من به شهین گفتم که این آب و محمد ریخته تو ظرف گذاشته گوشه آشپزخونه، حتی منظوری داشته. خب آره، آب پختن سیب زمینی ها بود، گفتم نگر دارن سرد شه بیزن تو گلدونو. من گلای باغچه خونه خودونم با آب شیر آب یاری نمو کنم، حتی 20 لیتری دارم، گفتم هرچی آب بدونی من به شوینده بریزن توش تا شب، هرچی آب توش جمع شد بریزم تو باغچه. اینطور که معلومه آقای مهندس تمام گلاشون رو از همین طریق آب میدن، آب جداگونه براش نمیذارن. وقت اگه توی آب مایه شوینده بود چی کار میکنی؟ میدم کف حیاتو باش میشورم، محاضر نیستن حتی قطر آب هدر بره. اصلا میدونه در چه وضعیت هستم؟ شاید به همین زودی آب بره، کشاورزی هم نداشته باشه. حداقل از منظر آب باید در همه زمین ها صرفه جویی کنه. ما داشتیم راجع به جنگ و دعوای این دیوونه ها صحبت میکردیم، یه مرتبه آقای مهندس گفتن که بحران اصلی ما آبه. الان داشتم با دوستم تو مشهد صحبت میکردم، گفت همون زلزلی که شما در جریانش هستید بعدش چندین زلزلی بزرگ و کوچیک اومده. خدا نکنه. مردم تو خیابون میخوابن. وای چقدر خوش میگذره. با خانم واقعی این چرفیه میزنی، مردم در به در بدبخت تو خیابون، معلوم نیست چی کار میکنن، میترسن میلرزن از زلزله. چه حرفایی میزنی. من که بچه بودم یه دفعه زلزله اومد، تمام همسایه ها لیختن تو خیابون، آجی، شیرینی، چایی، همه چی آورده بودن. مگه زلزله مردم رو تو رقم جمع کن؟ خدا نکن، خدا اون روز رو نبیر.
آقا ناصری خوشحاله چون فردا قراره که با مهندس حیدری بره یه مدتی یزد بمونه. آقای حیدری تو رو خدا دست به ظرفا نزن اینا. من خودم برمیگردم میشورم. شیخ محمد نمیتونه بیکار بمونه. باشه چشم. حتی میلی شما. یه خونه نامرتب در اختیارش گذاشتم. خطرناکه. خب شنگ خانم شما با دوستاتون بین داریم یزد. هرچی فکر بکنم چیزی به ذهنم نمیاد. نمیدونم چرا شما نمیخواید با آقای ناصری بیان یزد. آقای ناصری که دارم برای شکاف پزشکی میان یزد. شما بیاید با هم بریم. تا حالا یزد دیدی؟ نه فکر کنم خیلی بچه بودم یادم نمیاد. ولی آقای ناصری میگفتن شما تقریبا همه جای ایران رو گشته. بله همینطوره. برای عجیبه که میگی تا حالا یزد ندیده. حالا اجازه بدیم ما سه تا دوست با هم مشورت بکنیم. ما که سفر رو خیلی دوست داریم. مخصوصا خانم باقی که الان من میدونم تو ذهنش هتلم رزرو کرده. مگه نه خانم باقی جان؟ زنده باد خانم باقی. ولی تو این سفر فکر هتل نباشد. فکر کنید خونه من هتله. مگه من که میام تهران میرم هتل. شما یه نفر این قدمتون رو چشم ما. من که هیچی. شهین خانومم هیچی. شما باید ثریا خانوم رو راضیش کنید. خانما چایی و قهوه میخورین؟ اصلا حرفش هم نزن. مهمون منی. دوست ندارم سر این موضوع همیشه دعوامون بشه. بگم هشت چایی براتون بیارن؟ خانما چایی دو میدارن یا قهوه؟ نه، متشکرم. من چیزی میل ندارم. شما دوست دارین همیشه بگید نه. الان یعنی چایی میل ندارین؟ نه، متشکرم. ولی به نظر میاد که چای خور باشین. ایشون قهوه خورم هستن. لطفاً چند تا چایی؟ شهین خانم. بله. شما با چایی توت خشکی و انجیر دوست دارید؟ بله. بده ببخشید از این مرد نمیشم. ببخشید خانم. بده دیگه. خانم شما هم تعارف نکنید بفرمید. دست درد خانم با قابلی نداره بفرمید. دست درد نفس من نه. بفرمید پرتقال میل کنید. شما چکر زرر درد داره خانم. خیش بفرمید. دست آقا خیلی ممنون دست شما دردم چای بریزم براتون برای شما خواهم بود چیم تو که نزدیکترین دوستشی خب جرأت میکردی اینجوری باش حرف بزنی میشنوه من و تو اگر یه کاری بکنیم که دوست نداشته باشه میتونی چه لجبازی میکنه اگر من یه حرفی بزنم که بهش بر بخوره اگه خودم از این شیشه پردم بکنم با اینا سر لجبازیش هست وقتی میگه نمیخوام بخارم جواهری خیال سبز دستون درد نکنه تعارف نکنه ضرر نداره نه ما چه کنه نه نه بفرمی بفرمی چشم تعارف نمی کنه ببخشید دستون خسته شد ما چه کنه نوشه جان ما بین ما غیبت نباشه الان برای همینم باید حلالیت به طلبی ببین شهین جان من جرأت نمی کنم با این حرف بزنم ولی واقعا به جون خود دلم براش می سوزه آخه گناه داره نمی فهمه داره چی کار می کنه من حرفامو به تو می زنم تو به اون بگو بعد که راضی شد دوتایی می ریم ازش حلال بودیت می طلب الانم بهترین موقعش خیلی خوب
خب صبر کن بعد یه آمادگی داشته باشم یا نه؟ ای بابا زود باش تمامش کن دیگه. دیدی خودم ازش میترسی؟ خانم باقی تو رو خدا دیگه گناهمونو بیشتر نکن، تمومش کن. برای همین چند کلم هم که گفتیم که میترسیم و مودیه باید بهش بگیم. خودت گفتی مودی، من نگفتم. من گفتم فقط گاهی اوقات اخلاقش مثل فرشته مهربون میشه، گاهی اوقات هم خیلی گردن کلوب شد. خیلی گردن کلوب شد. چه کار با کردی؟ برو بابا برو بابا چیزی بشتی. مثل اینکه حواس چایی کرده بودی خودم خبر نداشتی، یا اینکه اشتهات بهتر شده. میخواستم چند کلمه باید حرف بزنم. حرف بزن، حرف بزن. تا حالم خوبه از فرصت استفاده کن. اتفاقا میخواستم همینو بگم. میخواستم بگم یه وقتایی حالت خوبه، یه وقتایی حالت بده. دیگه آدم ها همینجوری هم دیگه، یه وقتی حالشون خوبه، یه وقتی حالشون بد میشه. مثل ببین مبصر مدرسه تخته ها مینوشت بدها خوبها و بدها خوب، اسمانم سیرش مینوشتی. منظور خانم باقی اینه که نه شما مثل گل حساس و نازکی. اصلا هم همچی منظوری نداشتم. شاید اینطوری باشه ولی من الان نمیخواستم اینو بگم. دیگه خانم باقی از من کمک نخواه. من که از تو کمک خواستم چنگ خانم؟ تو اینقدر ترسوی که آدم با تو ترسو میشه. من حالم خوبه، خیلی هم سر حالم. یکی از ما دوتا گفت این مودیه. خانم محمدی تو گفتی من مودیم؟ چه کسی می داند؟ شاید هم رفتن درد را کاهش دهد، شاید با رفتن بتوانی خودت را جای بگذاری، بخشی از خودت را میان پنجره ها و درها و دیوارهای خانه‌ای که تو را در میان گرفته بودند. شاید سبک بالتر شوی، شاید بتوانی بروی به جایی و خودت را به همراه نبری و رها باشی. داشتم بیرون رو تماشا میکردم یه مرتبه چشمم بسته شد. ببخشید شما، ببخشید شما دوتا اصلا خواب ندارین هیچ کدومتون. بشارهش بیداره. زلزله خواب مرا رو بود و هرگز باز نیاورد. احتمال لرزش زمین که محکم میپنداشتیش، احتمال لرزش، احتمال نابودی هرچه ساختی و هر که داشتی، هر لحظه، هر جا. چی شده؟ چی شده؟ زلزله اومده؟ اتفاقی افتاده؟ نه خانم جواهری، شاید هم اتفاقی نیفتاده، طوری نشده. نگران نباشید. حتما یه اتفاق وحشتناکی افتاده. خب ما که داشتیم میرفتیم. یه حرکت ناگهانی و خوشمزه. منم که از هیجان خوشم میاد. منم خوشحال هستم که شما از همه چی خوشتون میاد و لذت میبرین. دیگه تو این سن آدم یاد میگیره که باید از همه این لحظات زندگیش لذت ببره. تازه آدم میفهمه که همه چیز زندگی بازی، بازی که خودمون درست میکنیم، خودمونم یادمون میره که بازیه، اینقدر جدیش میگیریم که بیا و ببین.
سرش جنگ و دعوا میکنیم، سرش هرس میخوریم، سکته میکنیم، هزار بلا سرمون میاد، بازم نمیخوایم بفهمیم که چیه و از کجا اینجوری شدیم. اگر خونمون 3-4 اتاق خوابه باشه خوشحال تریم، اگر مدل ماشین اون بالاتر باشه راضی تریم، اگر هی سکه رو هم بذاریم در شرطی که هیچ به دردمون هم نمیخوره باز خوشحال تریم، اگر پول تو بانک هی بذاریم بازم خوشحال تریم. خلاصه تو این زندگی هیچ چیزی آدم رو راضی نمی کنه. نمیدونم چرا یهو یاد اون فیلمه افتادم که چند بار از تلویزیون پخش شد. یه مردی سرپرستی عده کودک رو قبول کرده بود، بعد با یه مصیبتی اونجا رو توسعه داد، بزرگش کرد، ولی نمیدونم اسم فیلمه یادم نیست. شاید 36 بار بیشتر دیدمش. و الان که خانم باقی میگه وقتی برای خوشحال بودن نداری، یاد اون فیلم افتادم. شهین جان این که خیلی خوب بوده، کجاش غمگین بوده؟ آخه از اول فیلم یه پسری بود که تمام خانواده‌شو از دست داده بود، خیلی وحشتناکه. خب بهش فکر نکن که ناراحت بشی. من نمیخوام بهش فکر کنم، اون هی میاد به من میگه به من فکر کن. جونم هرچی هم فکر میکنم که اسم فیلم چیه یادم نمیاد. بزن تو گوشی آن بزن از فیلمای قدیمی غم‌انگیز. آره هندی بوده؟ نه بابا هندی نبود. کره‌ای؟ چینی؟ نه کره‌ای بود نه چینی بود. نه بابا منم مثل شهین یادم نیست، من میدونم که کره‌ای نبوده. یه فیلم آلمان غمگین بود، ابر بود. فیلمای آلمان شرقی رو میگی؟ یه آلمان شرقی و غربیشو نمیدونم، بازیگرش قد بلند بود. آره قد بلند بود. راج کاپور تارزان. خانم باقی تارزان؟ خب ببینم بروسلی نبود؟ بروسلی؟ من قد قدش بلنده؟ نه نبود. کلر گیبن؟ نه بابا. خب من اصلا فکر نمی کنم تو کلر گیبن رو بشناسی، برباد رفته. من نمیدونم، به خود تو داری میگی منم دارم میگم دیگه، چه میدونم کی بوده که. بابا من میگم یه فیلم غمگین آلمانی. آهان اسم فیلم قلب تقسیم شده نبود؟ نه بابا اونو که میدونم. نمیدونم این پدر و مادر با هم دعوا میکردن، بچه ناراحت بود، اینا همین دیگه. ببین خانم باقی شبیه این دوماد جدیده خانم جمالی، اینا همون داماد کوچیکه وسطی کچلی. من میگم قد بلنده. خب قد بلنده همون کچل هست دیگه. کجاش کچله؟ اون کوچیکه هست، اونی که بوره. آه بوره ریچارد ویدمارک. نه اون که موهاش مشکیه. آره پوستش هم سبزه است. قد بلنده. اون که قدش بلند نیست، مثل یک طویله میمونه. تو رو خدا ببین چقدر وارد غیبتمون میکنی، حرف ها میزنی پشت سر مردم. از بینندگان شبکه سالمن درخواست مینماییم نام این فیلم رو برای ما ارسال بفرمایید و جایزه بگیرید. از کنید دیگه. بفرمایید. انشالله که سفر میشه خوش گذشته باشه. خسته نباشید. مواظب باشید. نه مواظب باشید. بله خیلی ممنون. هوای تازه و یزد و شما همین هستیم فلان. شما از سفر خوش دارم. انشالله سفر خوش گذشته باشه. خسته نباشید از سفر. آب و هوای گرد ما رو کنید. الحمدلله خدا رو شکر. یاد ما هم بعد کوی شما توی تون بخشتیم. اینشالله که خوش بگذارم. خیلی خوش آمد. یاد یک همینجا گواسته. الان تاکسی شما میادی همینجا. من باید برم توی پارکینگ دو چرخم رو بردارم.
بیام کنار تاکسی شما ریکاب بزنم با هم برسیم منزل، یه استراحت کوتاه و بریم برای شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. میگم یزد با همه کم و بیش ماشاءالله خوب سرسبزه، چقدر هم داره درخت داره. آره اگه حیدری اینجا بود میگفت چون یزدی ها بلدن چجوری بهترین استفاده رو از آب بکنن و چجوری از هدر دادن آب چلو گیرن. بفرم این خواهش بود. آقای دری؟ بله. این کوزه ها رو برای قشنگی گذاشتین تو باختتون؟ اتفاقا خودم هم فکر میکنم اینا قشنگن، ولی فقط به خاطر قشنگی نیست، برای این است که در واقع وقتی من میرم مسافرت باخچه ها خشک نمونن. بله. آهان آب میریزید توش که نمناک بشه، نم بده درخت خشک نشه. روش آبیاری قطره ای. آبیاری قطره ای رو از همین روش گرفتن. آره. چه گلای قشنگی. در این زمینه من فکر میکنم باید واقعا یک کتاب نوشته بشه. یه مش مردمی که با دست خالی یک زمین فقیر بدون آب، اونم با این هوای کبیری که دوستان بسیار جواهری، این چه واسه ظرف شستن خانم؟ بدین به من، بدین به من لطفا. ما اگه بخوایم خانم اینجوری ظرف بشوریم که تمام آب سعی که کردیم برای صرف جویی آب از بین میره خانم. البته من معذرت میخوام، ببخشید. حیف واقعا آبی که به این زحمت به دست میاد ما بی خودی هدر بدیم. اسراف میکنیم. از خواهی میکنم. حالا که این دیوونه تو آمریکا اومده رو کار، همه آدم ها میترسن که نکنه جنگ دیگه به پا بشه. والا چه از کنم؟ به نظر من قبل از خطر اون دیوونه و جنگ و زلزله و اتفاقات نگران کننده احتمالی آینده و این صدا، خطر بیابی تهدیدمون میکنه. واقعا اینطوره؟ من اصلا فکر نمیکردم خطرش اینقدر جدی باشه. چند وقت پیش فامیلامون از سمیدان اومده بودن خونمون، تعریف میکرد، میگفت چند سال پیش وقتی حفاری میکردن و چا میکردن برای رسیدن به آب، 8 متر که میکندن به آب میرسیدن، بعدش به 10 متر رسید، بعد هی بیشتر و بیشتر شد، به 20 متر هم رسید. من که هرچی فکر میکنم به نتیجه نمیرسم. نمیدونم فرق قنات و چاه چی. قنات رشته چاهایی هستن که بر اساس اصول دقیق مهندسی ساخته شدن و آب و از دامنه های کوه به جاهایی که کم آب هستن و بی آب هستن میرسونن. باید حتما ببرمتون قناتو ببینید. فردا خواهم بریم موزه آب.
یه روزی بیام میبرم بهتون کوچه باغ تفت تا آب قنات هم ببینه. طلاتر از نفت. چه ترکیب شاعرانه ای؟ شعر میگه شما؟ نه متاسفانه. نه بابا، ایشون نویسنده است، کتابم نوشته. شاید شعرم بگه. هیچ بعید نیست که این خانم شعرم بگه، چون خیلی درونگراست. ممکنه بره تو خونش بشینه، بعد تنهایی فکر کنه، اون وقت شعرم بگه. ما که خبر نداریم. میشه یه کتاب راجب یزد نوشت و اسمشم گذاشت طلاتر از نفت؟ اینجا همه چیز زیباست و من خیال میکنم شادی را حس میکنم. حالا دلم میخواست کجا باشم که هرگز نبودم. همینجا که هستم. یزد، میان این زیبایی کهن که مرا در بر دارد و گرفتار میکند. میان دوستان و دیگرانی هم که دوستم. بفرمایید. در ماشینتون قفل نکردیم. نه خانم، ما توی از در ماشینا رو قفل نمی‌کنیم. مشکلی نیست. شبتون بخیر. بفرمایید. چطوری تشریف آوردید؟ بله. ما توی از اون در بیت خودمون شعری داریم که میگه برباد مده قده این زلف چلفته، بگذار که بر وشت مولد یخدم چلفته. معنیش چیه؟ معنیش اینه که با این فرق و زهری که داری قده نمیخواد پوز بدی و جلو و مرد و خواهد باز کنی. نه نه جان، نه مولی توبه برباد مده تا ندهی بربادم. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد. به تو رو خدا ببخشی، من زودتر خوابیدم، اصلا کمکتونم نکرد. پزشکی اینجا چه از نظر درمان چه از نظر دانشگاهی سطح بالایی تو مملکت داره شهین خانم. باریکلا، چرا خدمات پزشکی اینقدر ارزونه؟ چرا؟ فرهنگی که اینجا رایجه اینه که خیرین لوازم و تجهیزات پزشکی رو به بیمارستان هدیه میکنن، بعد مردم هم با قیمت خیلی مناسب و ارزون ازش استفاده میکنن. ناصری اواخر اصلا حالش یه جوری شده، همش فکر میکنه مریض، حالا میخواد یه چکاپ بکنه بلکه ببینه میتونه برای خودش یه بیماری جور کنه خیالش راحت بشه. مارکار یه زردشتی فارسی زبان بوده که در هند زندگی میکرده. در سال 1301 این مجموعه عظیم رو برای استفاده بچه های بی سرپرست تأسیس میکنه. اینجا نوشته که مارکار گفت من سوار اتوبوس نمیشدم برای اینکه کرایه های اتوبوس رو جمع کنم برای بچه های بی سرپرست یزد. باور میکنید آخرین باری که اومده بود ایران من دیدمش؟ واقعا باش ملاقات کردی؟ بله، من تازه رفته بودم کلاس اول، اومد با من حرف زد، ولی من قد هو شده بودم که نتونستم اصلا باش حرف بزنم. اینا دانش آموزای بی بضاعت و بی سرپرستی هستن که تو همین مجموعه مشغول ورزش و تحصیل بودن. این عکس نادرم دانش آموزا و فارغ التحصیلای همین مجموعه رو که تو پرورشگاه و دبیرستانی به نام پشو تنجی دو سابای مارکار درس میخوندن نشون میده. ملاحظه بفرمایید.
این خطکش ها به نوبت در اختیار بچه ها قرار داده می شده و پس از استفادهشون پس می آوردن تا دانش آموزای دیگه از اون استفاده کنن. دست خطه این موشه. آقای هیدری این خیلی قدیمیه، اصلا کلماتش مشخص نیست. یکی دو کلمش شاید تو هستی، فکر میکنم یه شعره. آره عجیبه، تو حالا متوجه نشده بودم. شاید مال کارخونه ای باشه که ساخته شده اونجا. نه نه، به نظر میاد این دستخطه. نه میدونم، اینا از 70-80 ساله که اینجا، قابل تشخیص نیست. ولی خب با این حال من حتما روش بررسی میکنم. چقدر قشنگی. اینم موزه آب. بله. یه استاد داشتیم که مو گفت عجایب هفت گونه جهان بایستی هشتومه شد. عقیدش بود هشتومیشم اختصاص میدادن به قنات. شما ببینید این قنات ها از کجا آبو میرسوندن به مناطق کویری و کم آب. گاهی میشده که تا 120 کیلومتر هم میشده این فاصله. اصلا شما میدونید که قدیمی تری قنات های دنیا طولانی ترونشون تو یزد بوده؟ فکرشو بکن، حدود 3000 سال پیش یه سری چاه توی یه راستا به صورت منظم هفتاد. چقدر زحمت میکشیدم. خیلی همین دلیلم قدر آبو بیشتر میدونستم. خوبه مصرف میکردم، درست مصرف میکردم. صدای آب ترانه آرامش آینده، ما و ماندن و قرار در عین بیقرار که باران هم خواهد بارید. چشمهایم روشن، خاطرم آسود. آقای هیدری، واقعا این بحران کمابی تو ایران از قدیم بوده؟ من شنیده بودم از قدیم که اینجا همیشه سرسبز بوده، قنات ها پر آب بوده. خب بله، ببینید مشکل اصلی مسئله آبه. ما در قدیم قنات های فرمان که داشتیم. بی خیالش، بیبریم ببینم. بیا آب قنات از این طرف می اومده، از این برم رد می شده نرفته. افراد خانواده برای استفاده از هوای خنک اینجا میمدن اینجا روی سکو ها میشستن و از این هوای خنک استفاده میکردن، در اینجا زندگی میکردن. در واقع هوای خنک از طبقات بالا هم بالاخره ازش میبهره نبودن. سلام علیکم. سلام، ببخشید من پام درد میکرد نتونستم بیام پایین. اینجا هم یخچالشون بوده، گوشت و میوه و همه چی رو میذاشتن اینجا که خنک بشه و حشرات هم بهش حمله نکنن. درست میگین.
حق با شماست. بله، برای همین بوده که همیشه گوشت و میوه هاشون خوب میمونده. خنک و تمیز دوره هم میشستم، گپ میزدم، معاشرت میکردم، زندگی میکردم بدون تلویزیون، بدون گوشی، در آرامش مطلق. خانما بیان بریم بالا، یک فالوده یزدی براشون بخرم. خانم سرایه خانم حالشون داره بدتر میشه. هر جا میخواین برینا، تا من ولو نشدم برین. اگه من ولو بشم دیگه نمیتونین جمعم کنی. من حالم خیلی هم خوبه، بعدم دستگاهم با همه. مادر بزرگ من یه دیابتی بود، من خیلی خوب میفهمم که قند خونه یه دیابتی میاد پایین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خوشحالم. بفرمایید. ممنون. من فکر می‌کنم خانم جواهری این حالیه برای فشار خون شما مفید باشه. دستتون درد نکنه. زنده باشید. میشه جان بفرمایید. خیلی خوشمزه است. خوشمزه است. نوشه جان، نوشه جان، من امیدوار بودم خوشی تو بگرد از این بازه. خیلی خوشمزه است. دست شما درد بکنم. بله، خیلی خوشمزه است. زور جان برمیدیم خوشمزه است. این برای 20 بار بود گفت. خودم متوجه نشدم. خب به نظرش خیلی خوشمزه بوده این دکتر. بله، این عکس جوونیاشه. شکل جیمز بام قدیمیه. چقدرم جوون بوده. طبیعت اطرافی است. این یک گروه تئاتری نیستم؟ این چیزه. چرا؟ هادی اسلامی چه دستش هم انداخته گردن آقای حیدری. خدا بیا معلومه اینا قدیما رفیق بودن با هم. خدا بیا مرزدش. بله آخه یکس زنشه، معلومه خیلی جوان بوده فوت کرده. آره، بچه‌ام که نداشته دیگه، بعد از زنش ازدواجم نکرده. خدا رحمتش کنه. آمین. سوری، من که چشام نمیبینه. ببین آقای حیدری رو میتونی توی این قاب پیدا کنی؟ Thank you.
تو دنیا یه همچین پشت بومای به این زیبایی نیست. بادگیرا، مناره ها، هوای پاک. دلم میخواد برم رو اون صندلی بشینم. کجا؟ اونجا. آخوالودگی سرایه جان اگه میخوای بخونی بخون، اگر نمیخوای بخونی اصلا نخون. برای اینکه تو اول شعر رو شروع میکنی بعد وسطش که میای قطعش میکنی، اعصاب منو بدبخت خورد میشه. خانم جواهری جون میگه اگه میخونی کامل بخون. آخه شما یه جوری شروع میکنی که آدم میگه الان میزنی به آواز، یه دفعه هم قطعش میکنی. خب اونم کلافه میشه، آدمی زاده دیگه. اگر شعر رو بلدی تا آخرش بخون، اگر بلد نیستی برای آزار ما هی وسطش استارت نزن، استارت نزن. خوالودگی بی تو چشم دیدی دوباره خون عمر دیوانه تیری نپاید. با ببخشی خانم باقی، یه مرتبه اومد تو سرم، ببخشید تو رو خدا، اصلا نفهمیدم چی خوندم، ببخشید. من به سلیقه و تشخیص خودم برای تو سفارش دادم، بفرمایید. حدس میزنم خوشتون بیاد. من رو طبیعت هر کدومتون فکر کردم. بفرمایید خانم. شما هم بفرمایید. بفرمایید دوشه جان. آقای حیدری ببخشید، معذرت میخوایم آقای حیدری، متوجه نشدیم، ببخشید. خواب آلودگی بیت رفت نمیاد، ناصری بود؟ آیا ای بابا بس مرزم این هم که الان آهنگوش کردنش گرفتش بدبختی من میخوابیدم. درم میخواد تو چی کار داری؟ یا کریم خونه کرده، ببین پرش سره میرده، ببین نه بله، باد مطلوب رو میگیره و از طریق اونو به داخل ساختمان ها هدایت میکنه. تغییر جا به جایی هوا باعث تهویه و خنکی میشه. آقای حیدری، بزرگترین بادگیرهای جهان تو کدوم منطقه بوده؟ گاریز یا قنات بادگیر و ساختمان‌های گنبدی هر سه از مظاهر تمدن ایرانی هستند خانم. همیشه دلم می‌خواست یه خونه ایرانی داشته باشم. خونه دلخواه شما خانم توی یزد پیدا میشه. بفرمایید.
اینم هتل ملک و تجار که قولشو بهتون زده بودم. دستشو رو در بکنه. ببینید واقعا چقدر زیباست. واقعا. از بناهای عهد صفویه است. واقعا جالبه. تازه حالا داخل اتاقاش سنتی تره. اجازه بدید من برم از مسئولش اجازه بگیرم داخل اتاقا رو ببینید. دست شما خیلی جالبه. واقعا جالبه. نقاشی سقف این اتاق که می‌بینید طرح فرشیه که اینجا بوده. این اتاق تابستونیه این بناه. اینم باد گیرشه. این اتاق زمستونی هم دارن که او حد ساختمونه. بریم اونم می‌بینید. اینم با اجازتون رفشید. شاهین! ببخشید خانم باقی شرمنده من تو سرم انداختم پایین رفتم شما بسه. باید زودتر میرم بسه بگی بشین ببخشید سرت داد زدم اصلا حال خودم دستم نیست نه اصلا خانم باقی نه به خدا اصلا کی صدا شما بالا رفت چرا دیگه داد زدم چرا علکی میگی نه اتفاقا ببین من میخوام برای درد دل کنم ببین شهین من سرعیای خودم رو میخوام همون سرعیایی که از صبح تا شب با هم میجنگیدیم همون سرعیایی که هی لج بازی میکرد همون سرعیایی که چی برم بهش بگم اینا رو چجوری بهش بگم آره خب خیلی ملایم و لطیف شده اصلا خیلی فرق کرده خب همینه دیگه نه اینکه اون موقعشم عاشده از روزی بود اما الان انقدر مؤدب شده که منو میترسونه البته این بنده خدا همیشه مؤدب بود من هیچ وقت ندیدم حرف زشتی بزنه فوش بده ولی از الان آشناتر بود مهربونتر بود صمیمیتر بود لوس بود اصلا با کسی رابطه برقرار نمیتونست بکنه نمیدونم یه جوری خودخواه بود اونور دنیا اگه زلزله میومد اینور دنیا از ترسش میخواست بمیره اینقدر مضطرب میشد که هممون خندمون میگرفت اما امروز صبح دیدی تا من قلبم گرفت افتادم گذاشت از اتاق رفت بیرون خانم باقی سردیتون شده بود عین خیالش نبود من افتاده بودم اون وسط داشتم میمردم از قلب درد بعد اون را افتاد رفت از آقای مهندس بپرسه در این جور مواقع چی کار میشه کرد خب یعنی میگین بریم بهشون بگیم که دو مرتبه بد اخلاق بشن ببین من وقتی یاد اون عصبانیت هایی که اینجوری میکنه میفتم ها میخوام خودم رو بکشم همش اینجوریه نمیخوام برین ببرینم تموم شد خب میدونی اصلا زندگیش داره عوض میشه شهین؟ بله اگه اینجا بمونه چی؟ خب مبارکش باشه مبارکشون باشه منم میرم تو اون تهرون دود گرفته تنهایی سربالی سربالی نیار میره تا بیافتم ببینم دخترا پچه نمیم بیرون برا دارم لباس هم از اون کنه فقط میکرد یا نه که اکثرا همینجوری دج بازی میکرد چه از این کار کرد خب شما را دیگه مرد کارتون مرد کار بله از که اونجا شما غذا رو فرمیه من غذاتون رو نمیخوری؟ شما؟ تازگی ها خیلی با غذاتون بازی بازی میتونید اینجوری مریض میشین ها؟ مامور یه شعری به تازگی سرودم اگه اجازه بدید براتون بخونم خواهش میکنم بفرمایید گرچه مجنونم و صحرای جنون جای من است نیک دیوانه تر از من دل شیدای من است
مگر اینکه خود شما معروم فراخه یخصی باشید. حالا چه وقت برگشتنه؟ خیلی زوده به خدا. میخواستم ببرم تو میبود سفال و زیلو بخره. اینجا خوبه بریم اردکان حلوارده بگیره. بریم من فکر کردم اینجا خوبه. بچه ها مخلی اینجا. خب بریم. شایی خانو شغاله رو دیدی؟ دو تا بودن کنار دیوار. ما اومدیم فرار کردن رفتن. شغال خطرناک نیست؟ نه خانم. اینا ما رو دیدن ترسیدن در رفتن. اینجا دل طبیعته. چه جای قشنگیه. اینا اینجا زندگی میکنن، کار میکنن، کشاورزشون هم سر پاس. آخه من خودم باشیگم تو همین کوچه بابا گذروندم. تولدم مال تو اردکو بوده، اما خب وقتی بابام اومد ما دوتا برادر موندیم. یکی اون این مادر بزرگ بزرگ کرد، یکی اونم اون مادر بزرگ. یاد یه فیلمی افتادم، یه بچه یتیم و یه کشیش سرپرستی میکرد. نمیدونم شما فیلم رو دیدین یا نه. بعد یه مرکز سرپرستی از بچه های یتیم تشکیل دادم، ولی خیلی فیلم غمگینی بود. پس مادرتون چی؟ آخه اون موقع آخه خانم زنها نمیتونستن بچه هاشون رو تنه خودشونو گردنن، مجبور بودن شوهر کنن. من یه شانسی داشتم که مادر بزرگم خیلی روی درس و مدرسه و اینا حساسیت نداشت. منم خیلی راحت بود که از طرف درس و اینا استرس نداشتم. شانس دیگه که داشتم این بود که هیچی نداشتم. برای همین نیفتادم روی خطی که چیچی داشته باشم چیچی نداشته باشم، سر و لباسم چطور باشه. صبح که خونه بلند شدم پای پیاده میرفتم تا یزد، زورم دوباره پای پیاده برمیگشتم خونه. اون روز درباره ملاقاتتون با مرحوم مارکار صحبت کردید، میشه ماجرا رو کامل برامون تعریف کنی؟ بله، من تازه رفته بودم کلاس اول. این راه طولانی رو تا شهر یزد پیاده رفتم. یه جا کفش نو برام خریده بودم. نه اینکه اصلا کفش پا نکرده بودم، اما پا نکردم. گفتم باشه تمیز و نو بمونه برای مدرسه. پیاده که اومدم تا شهر پام توال زده بود. نفس زنو رفتم سر صف. از قضا همون روزم مرحوم اومده بود برای بازدید. کلا سه بار مرحوم اومده بود ایران. وقتی منو دید ازم پرسید که خب از کجا میای کسی؟ من از زبونم بند اومد، اصلا از خجالت نتونستم حرف بزنم. بغضم کرده بودم، اصلا صدام در نمیومد. معلمم گفت که از طرف. خب یتیمه؟ و اگه یتیمه چرا نمیاد تو شبانه روزی زندگی کنه؟ که مجبور نباشن این راه طولانی رو پیاده بره و پیاده برگرده. منم اصلا وقتی که تشکر کنم من نداشتم. نتونستم تشکر کنم. پس آقای هیدری، اون جمله رو رو خط کش شما نوشته بودید نه؟ بله، وقتی نتونستم ازش تشکر کنم تو دلم با خودم عهد بستم و به خودم گفتم یه روزی میرسم اونجایی که تو هستی، اونقدر پول در میارم که بتونم به دیگران کمک کنم. اون وقت نوشتین روزی میرسم به جایی که تو هستی. بله دوستان، شهر پریشانی من گوش کنید، داستان غم تنهایی من گوش کنید. نه دیگه این خبرام نیست، نه غمی نه پریشانی، اتفاقا دوره هم خیلی هم خوب و خوش بودیم. تو نوجوانی هم مغنی شدیم، من اون عکس تو اتاقتون دیدم، درست شبیه عکسی بود که تو موزه آب دیدیم. آخه میدونید مادر بزرگ که اون روزا درآمدی نداشت، منم خود درس میخوندم. اما یه وقتایی میرفتم ورد از اوسا غریب کمک خاله خانواده باشم. اوسا غریب هم انصافا مرد خوبی بود، کارهای سخت به من نمیداد. منظورش این بود که یه پوی گیره ما بیاد، خدا رحمتش کنه. آخه نظر محمد اینه که تو بافت سنتی یزد یه خونه بخریم. چون تو بافت سنتی اجازه تغییر ندارن. چه خوب. گمون کنم تنها شهری که از بافت سنتیش
خوب حفاظت میکنه یزد باشه. ناصری ما بریم یه مقدار انار بکنیم با اجازت. با اجازه من برم چند تا سلفی بگیرم. سه تا بلیط براتون گرفتم. ولی ما که چهار نفریم. خب فکر کردم شاید بخوایم بیشتر بمونیم، در مورد یزد بیشتر تحقیق کنیم، بررسی کنیم. اینجا بمونم که چی؟ بعد به بقیه چه جوابی بدم؟ به کی چه جوابی بدید خانم؟ مگه ما چند سال زنده ایم؟ اگه واقعا دوست داریم توی یزد یا شهرهای دیگه زندگی، خب چرا بریم تهران؟ دوستان ما چه کار کنیم؟ بعدم خب اینجا تنهایی من چیکار باید بکنم؟ تنها نمیمونی، تنها تو نمیگذارم من. اگه شما اجازه بدید از همین حالا براتون یه هتل میگیرم، یه از هتل‌های خیلی خوبی داره. تو این سن من چی شد؟ آخیش من بسته بندشون کنم. آقای هیدری دست شما درد نکنه، شرمنده کردیم. خواهش میکنم خانم، قابل شما رو نداره. اختیار اینا توفه یزده. خانم جواهری اگر یه وقت خدای نکرده اجه زلزله اومدن حتما به ما زنگ بزنه، من منتظرم. نمیخوره خدا نکنه، ولی ممنون. خدای نکرده یعنی ملاقات بعدی ما با وقوع زلزله است؟ از زلزله و عشق خبر کس ندهد، اون لحظه خبر شوی که ویران شدی. شده زودتر خوب بشه. آقا هیدری برای همه چی خیلی ممنون. خواهش میکنم. دست شما خالی نکردیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خدا حافظ. سعی خانم. خدا حافظ. من منتظر جوابتون هستم. چطور فهمیدین؟ خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که چرا نه؟ به قول شما مگه آدم چند دفعه زندگی میکنه؟ احسن. چرا نباید مفید باشه؟ چرا نباید از زندگیش لذت ببره؟ من اون کتابو مینویسم، طلاتر از نفت. خانم جواهری من در رابطه با پیشنهاد ازدواجم سوال کردم. من فکر میکنم جوابمو دادم. بله پاسخ دیروزتون منفی بود، میدونم. گفتم شاید امروز تغییر کرده باشه، شایدم فردا تغییر کنه، شایدم چند سال دیگه. خواستم بدونید که من منتظر میمونم. تا کی؟ تا هر وقت. Thank you.
بابا من باغ بودم جای تو خالی، نوه جو با انار خیلی عالی، توی تاریخ یزد میگن نوشته انار تفت ما میوه بهشته. انار شیرین دونه 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 کن یار یار، فکر من بیچاره کن یار یار، فکر من بیچاره کن یار یار. جونا من باغ بودم جای تو خالی، جونا من باغ بودم جای تو خالی، لوه استخ اون سیبای عالی، سیبه تزر جونی کوزه یه آبه، که اترو و جونام مثل گلابه. انار شیرین دونه 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 دونه